برنامه امروزی ما باز هم چنان که در هفته قبل حضور مبارکتان مطالب را روی اندیشه و افکار حضرت مولانا جلال الدین بلخی و رومی مطالب را ارائه کردیم این هفته نیز روی اندیشه و افکار حضرت مولانا که مولانا را پیام‌آور عشق در دنیای انسانی میدانند روی اندیشه های که مولانا در باب عشق و محبت صحبت نموده ما خدمتتان مطالبه را ارائه میکنیم چنانکه عرض داشتیم پروردگار عالم هدف و مقصدش از ارسال رسول و پیامبرانش هدایت بشر به سوی خیر و فلاح و عبادت خدای لایزال و معرفت او و مبارزه علیه ظلم و تجاوز و تعدا و ریشکن ساختن به عدالتی و به انصافی در روی زمین است پروردگار عالم وقتی که پیامبران بزرگ را بر عالم بشریت ارسال می داره هدفش عبادت خود و معرفت خدا و همچنان زمین سازی رفاه و آسایش بشر و خیر ایشان در این دنیا و سرفرازیشان در پیشگاه خدا در روز آخرت است حضرت مولانا جلال الدین که خودش یک عالم بزرگ دینی و مولانا است در راهی رسیدن به اهداف شریعت که خدمت به جامعه بشری و عد گسترش عدل و انصاف و داد و برکندن ظلم است از راه عشق و محبت و از راه دوستی به خدا حتی از راه دوستی به همه پدیده های هستی خواهد که مردم را به این اهداف انسانی و اهداف خداگونه هدایت کنه مولانای بزرگ اساس کائنات را و پیدایش هستی را بر مبنای عشق میداند مولانا جلال الدین میگه که آتش عشق است که در نی وجود انسان زبانه میزند و همچنان جوشش عشق است که بحر را در جوشش آورده است آتش عشق است کندر نی فتاد جوشش عشق است کندر نیفتاد. می مولانا میگه که عشق کوه را با مانند یک می ساید و بحر را به مانند دیک می جوشد عشق جوشد بحر را مانند دیک. عشق ساید کوه را مانند ریک عروج ملکوتی انسان را به پیشگاه پروردگار هستی و حتی جلوه کوه را از تجلی پروردگار هستی بر مبنای عشق می داند جسم عشق از خاک بر افلاک شد کوه در رقص آمد و چالاک شد همه پدیدههای هستی زمانی که با ام خود میل میکنند همه پدیده ها و همه ذرات عالم عاشق ام خود هستند حتی از دیدگاهی مولانا هر آن که در هستی ضد ضد هستند مثلا شو و روز مثلا آفتاب تاریکی نه تنها که هم جنس ها با هم عاشق هستند میلان به سوی یکی دیگه دارن بلکه ازداد نیز با هم میلان دارند آسمان با زمین عشق میورزد شب با روز عشق میورزد روشنایی با تاریکی میلان دارد هر زمانی که روشنایی میآید، آید به دنبالش تاریکی است و هر زمانی که تاریکی می آید به دنبالش که می بینیم روشنایی است از دیدگاه مولانا هر آنچه که انسان در پدیده های هستی میبینه مظهر از جمال و زیبایی پروردگار آن است مولانا میگه که وقتی که ما با خدا عشق بورزیم خدا را دوست داشته باشیم بر آن محبت داشته باشیم این محبت ما بر ما ملکه میته که ما تمام هستی را دوست داشته باشیم و به با همه پدیده ها عشق بورزیم چرا سبب اینکه به انسان و خود عشق بورزیم و آن را دوست داشته باشیم زمانی که ما همه موجودات دوست داریم و به خدای خود عشق میورزیم دیگر هر آن چی که در طبیعت است از دیدگاه حضرت مولانا در نظر عاشق به خدا و صوفی و آرسته به پروردگار هیچ جلوه میکند تیغلا در قتل غیر حق بران در نگر پس که در نگر زان پس که بعد لا چمان مان الا الله باقی جمله رفت شاد باش ای عشق شوکت سوز زفت چونکه جان جان هر چیزی وی است دشمنی با جان جان آسان کی است عشق بینایان ببد بر کان زر لاجرم هر روز باشد بیشتر عشق ربانی است خورشید کمال امرو نور اوست خلان چنال بنابراین ذهن و روه و روان را هزار آنچه که غیر خداست آدم عاشق یا فرد به خدا رسیده یا عارف دوستگار عاشق به خدا ذهن و روه روانش را از هر آنچه که پدیده غیر خداست خالی میکند مغز را خالی کن از انکار یار تا که ریهان یابی از لزار یار باغهها و قصرها و آبرود پیش چشم عشق گلخن مینمود هر زمرت را نماید گندنا غیرت عشقین بود معنه لا لااله الاه هویین است ای پناه کی نماید مهترا دیگی سیا حتی از دیدگاه مولانا وقتی که عاشق به پروردگار هستی عشق می ورزن. حتی ماهتاب در نظرش به شکل دیگ سیاه جلوه می کند ماهتاب با زیبایی و با قشنگیش وقتی که کسی با خدا عاشق میشه دیگه به پیشش جلال جبروتی نداره